شیرم. باش باش. بچه خبر خوبی؟ مرسی، بذار من شیرمو بیارم با دو تا خرما. خرما و دقیق بازی و در بازی آریان ها تمام نیو، ها تمام نیو، خدا سر شاده. اومدم، سلام، عیدتون مبارک. آریان جانشم، تو نشه بازی؟ یعنی مواد؟ مواد میزنی؟ من آره. چی میزنی؟ من فقط روزی دو تا شیر و یک خورما. نه نه نه، این مواد غذاییه، نه بیادم نباش. او فرق داره لایو تو که 50 نفره. چیه؟ یه پی وی سی بود. بفهم. او مواد غذاییه، چه موادی میزنی که هستی روی فازه؟ رو فاز هیچی، من فقط همین یک شیر و دو تا خورما، همین دیگه هیچی. درد میکشی؟ نه هیچی، سالم سالمم، تا آدم آزمایش دادم. آزمایش برای چه دادی؟ آزمایش برای حاملگی. آقا بی شرف، آزمایش حاملگی چه ربطی به آزمایش اعتیاد ربط داره؟ بله، کسی که اعتیاد داره نمیتونه حامله بشه. انقدر گردی هستن حامله از جوری نگو. من پسرم، من اگه ها چیز بشم مواد بزنم لولاهای کونم بسته میشه. خاک میگیره به خاطر همون. ببین این لوله موله کی نشانه تو داده؟ کی گفته لوله بسته میشه هر کی مواد بکشه؟ من برای منه که پسرم اینجوریه. من لولا هم اگه مواد بزنم پسرام مگه بچه‌زان؟ چرا واقعا یکم بیا خودت. من فقط پسرزام. دختر یه من فقط حامل. نه من فقط حامله میشم. آخر ببین تارا هیچ پسری حامله نشده. خب من شدم، من حاملم، بچه هم تو خونه الان بهت نشون میدم، سعید و مجید هستن. یعنی اعتیاد باعث میشه که تو بچه دار نشی؟ من اگر دود مثلا حتی سیگار بکشم لوله های کونم بسته میشه، چون دود میره به اونجا. برش بگو بابا آبروی هرچی پسر به خدا داری میبری زیر سوار. مگه این چرت و پرتا چیه؟ لوله مگه داره؟ مگه وصف لوله موله کجا داری برای خودت در میاری؟ ما چیزی به اسم لوله نداری. شما سوال شما سوال کردی، من جواب دادم. خود درست ببین چه با شخصیتم. آخه لوله هیچ ربطی به پسرها نداره. این اصلا یه چیزی اصلا تو گوگل هم میخوای تا بزنمش لولم بسته میشه. نه پسری که کون میده. آقا اسمش نبر، اسمش نبر، این نگو اونجا نبر، اسم نبر. چی بگم؟ پسری که میده چی بهش میگم؟ مورد بگو مورد. پسری که مورد دارم مثل من حامله میشم، بفرمایید. تمام علم پزشکی بردی زیر سوال با این بسته شدن لوله های اونجا. من خودم دکترم. نه اصلا علم پزشکی رفت زیر سوال. بعد یه سوالی که بخوام ازت بپرسم آریان خانوم عزیز، خانوم درست؟ پسر هستم من، خانوم نیستم. آریان آقای عزیز ممنونم، بزرگ خاندان مورد، عرضم سوالم این بود که یا بو اکادمی های ای کاری تو دوست دخترم داشتی؟ من 16 ساله میدم. نه دوست دخترم داشتی؟ دوست دختر یک بار ازدواج کردم، طلاق گرفتم، نمیتونستم بکنم، زنم طلاق گرفت. بعد نه دوست دختر، دوست دختر پارتنر دختر. من خب میگم دیگه دوست دختر داشتم، ازدواج کردیم. ازدواج کردی؟ با ادامهش نگو، میدانم میخوای چی بگی. حالا تارا شده با دوست دخترت مثلا بری جای فاز غیرت بگیری روش، مثلا تو رو غیرتی بشی، چش هیز اونجا زیاد باشه، مثلا بشه دام بگن جون دوست دخترش رو نگاه کن مرد و غیرتش. درود بر شرفت. خب حالا رفتین تو جمعی با دوست دخترت که اونجا به دوست دختر چش داشته باشن، واکنش تو چه بوده؟ من
من 6 بار زندان رفتم، منم با سند بیرونم، مرد و غیرتش، درست کون میدم ولی غیرت دارم. خب چه شد که رفتی زندان اونجا به دوست دختر چش داشتن واکنش تو چه بود؟ رفت با دوست دختر رفته بودیم بیرون، چند تا از این عرازلا گیر دادن و میخواستن منو ببرن بکنن و اینا دعوا کرد. خواستن تو ببرن یا دوست دختر رو ببرن؟ خب صدر منو میخواستن ببرن، منو میخواستن ببرن بکنن، چون گفتن که ببین ما میخوام شوهرتو ببریم بکنیم. بعد دیگه ما غیرتی شدیم، قمی اومده و اینا، دو سه نفرم کشتم. من 6 ماهی بودم، تازه 2 روز مرخصی گرفتم اومدم. الله اکبر. یا آقا مهدی چقدر راه میره، بشین. داره غذا درست. مشکل داری برای رفتن من آریان؟ یه مرد اگر راه نمیره، بشین. عوض کردم. اگر راه نره معمولا مردا چه کاری انجام میدن؟ مثلا من اعتقاد دارم مردا باید بشینن، نباید اینقدر راه برن، خانوما باید راه برن. حالا چی شد که فهمیدی تو مورد داری؟ چون آدم غیرتی هستی نمیگم، چون آدم غیرتی هستی. فقط ناموس. خب اگه ای که ببرن ترتیب بدن ناموست حساب نمیشه، پس ناموس تو چیه؟ من فقط به خاطر ناموس کون دادم که ناموس در امن و امان باشه، همه به منو بکنن هیچ کسی. چه ببین دیگه شیطان نکن، درد روز دارم. عقب تو جز به ناموس توست، تو از او گذشتی برای چه ناموسی؟ چرا شیطان میکنی؟ من از عقبم گذشتم که ناموسمون در امن و امان باشه، همه منو بکنن کسی دیگه راست نکنه. آخه چه نا تو پشت جز به ناموس ناموس ده او. ببین او بالاتر نداریم، اون در ازای چی؟ من خودم رو قربانی کردم آقا وحید. برای کی؟ من خودم رو قربانی، برای ناموس، برای خواهرانمون که همه ازدواج کنن. نگو اونم بکو. خب چه ربطی داره؟ چه ربطی به قضیه داره؟ تو خودت مورد داری، چه ربطی به خواهران دیگه داره؟ شیتم نگو ربطی رو فاز یه بحثایی که ربطی به لایو ما نداره. خواهران ما هیچ ربطی، خواهران ما داشت سر من، ولی تو میدید یه به کسی ربطی، تو رفتی خفتت خواستن بکنن. چه داری میگی؟ من اگر امروز دارم میدم فقط به خاطر ناموسه که همه بیان منو بکنن ناموس ما در امن و امان. وایسا میفته. نه نمیفته. ببین خیلی دیگه من هست اونجا هست که عصبی میشم، تپش قلب میگیرم، الان لکنتم گرفتم از دستی. نگاه بکو جان، یک آدم چه دختر باشه چه پسر باشه، ببخشید وسط کلامتون، من یه شیرمو بخورم تا اذان نده. بفرمایید. بی شرفو چای دیگه کم کیرمون بکن. من شیرم از پاکستان میاد این رنگیه، بفرمایید. خب میتونستی حرف منم قطع نکنی اینا بخوری با گردن بگی آره، چه ربطی داشت الان؟ روزم واجب تره. اگر روزه چرا حرف بد میزنی؟ چی بدی زدم؟ چه حرف بدی زدم؟ چی باش برگو یه حرفی میخوام باهات بزنم. نه او الان میگه 60,000 تومان برش بگو. نگاه کن، خیلی خوش اومدی، بفرمو سالن زمرد الان میام، بفرمو. یه لحظه ببخش خانوما، سالن زمرد الان میام، آقایون زیر زمین عشقم، ببخش اینجا تولد به خاطر هم خانوما سالن زمرد. آقا اینو میگیرین تو سالن زمرد کجا میگیرین؟ تولدم تو سالن زمرد میگیرین؟ یلا خانوما سالن زمرد آقا اینو زیر زمین بفهم. ای بگو فجاقه. اوکی بعد آقایون چرا باید بدن زیر زمین؟ مگه تولد نیست؟ خب ما زن و مرد جداست، چرا تو هم نیستیم ما؟ مگه شما خاندان مگه مورد نیستین؟ دیگه چرا دارین زن و مردی جدا میکنین؟ من مورد دارم، خانومای دیگه که مورد ندارم. هر کی با تو نمیدونم، به خدا ما خودمون دیگه به خودم شک دارم. آره برو.
آره یه خانواده محترم تو لایو هم شاکی هم حرف زشت آره نزد. حرف زشت نباید بزنیم. من چیز بعدی نگفتم، گفتم خانواده ما سالون زمورون از شغلت نگو. آره از این سال من هر چی سوال کردن جا بودم، من در خدمت شما نمیدونم. اصلا به خدا من هیچی راجع به شغلش ازش نپرسیدم. شغلش مال خوش میخواد چیز یه چند تا همین دو تا سوال راجع به ناموس که گفتی من تو بپرسم. خب نداره که آقا مهدی میگه خانواده تو لایبه، من مهمانم، من ساکت میشم. یا علی بفرمایید. ببین ما دختر و پسر نداریم، درسته؟ همه ما انسانیم در مرحله اول. خب از بعد حیاتی که بخوایم نگاه بکنیم، از جنبه حیاتیش، از جنبه غیرت و غرور، مهمترین یک چیز انسان شرافت انسان است. غیر اینه که آدم با شرف باشه. که من دارمش، آدم با اصالتی هم. آره خیلی. بعد شرف شامل چه چیزاییه؟ ناموس. بله. غیرت. غیرت. خب حالا در مرحله اول گفتم ناموس، درسته؟ ناموس شامل چه چیزاییه برای یک مرد؟ میشه زنش و همسرش و خواهرش و مادرش و خودش، جسمش. خب برای یه زن شیر مادر حلال. برای یه زن میشه حجابش. خب شیر مادر حلال. بله. خب الان تو چطور از او پشتی گذشتی؟ من گذشتم، من دادم که ناموسمون در امن و امان باشه، که یه پسری سیخ کرد بهت منو بکنه. خدایا بابا الله اکبر. دخترم و پسرم و خانواده کس و کار نداری؟ ما فامیل بزرگی داریم. فامیل دان کسای دیگه هم بودن مثلا قدمت داشته باشن، خیلی معروف باشن؟ من مورد دارشون منم، من فقط میدم. تو موردی؟ مثلا آدم معروفی ندارین که اسمی باشه؟ معروف جنیفر دختر خالمه، عموجانی پسر عمومه، اینا هم هستن. عموجانی پسر عمومته؟ یعنی تیه ازدواج فامیلی داشتیم، اول شوهرم بود، نتونستم تحمل کنم، طلاق گرفتم. عقد دخترمون پسرموی تو آسمان می‌نویسن. آره نوشتم، با پدرم هم اعتقاد داشت، به خاطر همین ازدواج کردم، ولی یک سال زندگی کردم بعد دیگه جدا شدم، نمیتونستم تحمل کنم. یعنی دیگه احساس عشق مردانگی محبینا مهم نبود، فقط نتونستی تحمل کنی؟ نتونستم، چون خیلی تنگ بودم نتونستم. بعد داش آریان عزیز، تالا خودت خفت گیری کردی کسی خفت بکنی؟ آره من مردا رو خفت میکنم. گوشی وسیله چجور خفت میکنی؟ مثلا تا حالا بزرگترین خفتی که کردی چی بوده؟ من بزرگترین خفتی کردم یه عدد کیر. الله اکبر. الله آریان بابا بگیم نگوی جوری، تو چرا انقدر آدم بی اخموزی هستی؟ اصلا دوست داری؟ آره دیگه من عاشقه. ها؟ من عاشقم. آره خوشی باشی. او کردی هم بلدی؟ من شوهر اولم کرد بود. چند تا شوهر داشتی کلان؟ من الان 18 سالمه، توی 18 سالم 6 تا ازدواج موفق 6 تا ازدواج ناموفق داشتم، که اولین شوهرم هم کرد بود. خوشی باشی. خب همینو بلدم. بعد هر ازدواج چند سال طول کشید؟ سالی نبود، یکی یک روز، دو روز، یک هفته، سه هفته. بعد یه خون آزمایش آزمایشی وسط حداقل یک هفته بین برین چی شد؟ آزمایش برای چی؟ برای بچه دار شدن دیگه. خب من به دوران حاملگیم فقط دو روز طول میکشه، امروز بزنم فردا میزام. آره. جان عزیز دیگه سوال ازت میپرسم، راستش بگو. بفرمایید. خودت زدی به کسخل بازی یا واقعا کسخلی؟ سوال کردی جواب دادم.
نه آخه نگاه بکن، الان تو کلن میخوام بدون روش پیجت اینه یا واقعا مورد داری؟ شک دارید؟ سبک پیج تو اینه که اینجوری بیه طنز بازی بکنی یا واقعا اوبی مورد داری؟ شک دارید؟ میخوای ثابت کنم اوبیم؟ یعنی سبک پیج دی نیست؟ عشقم شک داری من اوبیم؟ نه دیگه مطمئنم. خب اگه شک داری لوکیشن بفرست اینشب مهمون بیمتن پس صبح. خدا تو همه نگیره، ولی خب الان اون کسایی هم که موردن اینجوری نمیان مثل تو برنگوی بگیرن دستشان داد بزنن ها. چرا من خب یک کونه خوبم، چرا نگم؟ الله اکبر، میشه اسمش نیاری؟ من یه واردار خوبم، آرزوی هر مردیم، خوشگلم، لاغک، کمرباریک. چند کیلویی؟ منو ببین، راه میرم ببین چند کیلو. خوشگلم، بله، آرزوی هر مردیم. ببین شبیه روبای میمانی که رفته تو گله دوزو، چوپان با گرد زده رو کمرش و دست و پاش. تو فضلت محمد به چیزی که هستی، تو فضلت محمد خانه ده خراب بکنه. چه بیا خیلی مانکنی، خیلی مانکنی. آره آرزوی هر مردی هم هر مردی هستی با لقب رو سر قیافت. خدایی انقدر تو حرف بد نزن. آریان چرا شغل تو عوض نمی کنی؟ عوض کنم خوشگلم میدم همون میکنم. خب بری یه جا کار کنی. آره برو زیر پوشش کمیته از خود امداد. خب کارم دادنه، برای چی برم جای دیگه؟ بری کار کنی، کار نه از اون کارا. کار چی دادن کار نیست؟ راحت باش. اینا فکر کنم خیلی راحت میدن که ما میدیم براشون خیلی راحته. سخته بابا، میتونید 20 سانتا غیب کنی چیه؟ هر جوری که ساده زندگی بکو. آره بفهمی. خیلی دوست دارم بگیرم روبرو ببینمت. من نمیدونم چرا تو هر لگه میرم رو من کراش میزنم. من شوهر دارم، من ازدواج نکردم که خیانت کنم. بابا میگم روبرو ببینمت، دو سه تا توف بکنم تو سر شکلت، کراش نزدم رو تو عقب مانده. تو بری چی نمی؟ من ازدواج نکردم که خیانت کنم. من دارم تو هر لبی میرم روم کراش میزنم. حتی این ناموس یا بخت خودش کرد به من. از من بکشید بیرون، من شوهر نکردم که خیانت کنم. آری فقط بلدید زندگی رو خراب کنید. آریان هیچی آقا، هیچی با آقا بایی دارم داشت شوخی میکرد. نه بشین مثلا جون جده، جون جده بینم اون مخواد چه بکنه ای بیشا میگه شوارش داره ورده آقا سعید جون جده آقا بشین شوخی بذار بیا، بذار آقا سعیدتونم بیاد. تو مشتری پرو تو خانه آقا سعید، خواهش میکنم بینم توف بکنم تو رود. آقا سعید خواهش میکنم بشین. آقا بایی داداش همه یکی از بچه بیاد اگه شما نتی میذاره سر. نه داره شوخی میکنه آقا. اگه او داره فرماری میده شوالش. آقا سعید جون جدت کوتاه بیاد. آقا داشت شوخی میکرد. جون جدت کوتاه بیاد بابا، داشت شوخی میکرد. آقا شوخی نکردم، بگو بیاد. بیا برو یه لباس بپوش بیا با آقا وی صحبت کن. نه داشت شوخی میکرد به خدا جد. نه پسر خوبی بابا خوبی توپ بکنم تو سر شکلت. بیا بایستا برو یه لباس بپوش بیا. آره برو آینه تو باره خانواده تو باره. داشت اینجوری برا من مثلا میومد دعوا کنه لخت بود چون چیز از حموم اومده بود، بعد دید که تو به من احساسی شدی عصبی شد چون رو من خیلی غیرتی. در حمام وا کرد آمد مثلا فوش و فحاشی اینا برای من بیا تو لایف. خب شوهرم محرمم حقم. من مشکل ندارم، فقط شوهرت وقتی که میگه شوهرم حقم میره هم برای دوا لختی میره برای دوا. نه لختی میره برای دوا شوهرت. گفتم لباس بپوشه. آقا مجدی لباس بپوش بیا برو. مجدی الان گفتی سعید
من تو شناسنامه سعید من تو خونه مجید صدا میزنم، چون شوهر اولم اسمش مجید بود، فوت کرد، دوست دارم همه رو مجید. آقا مجید، کنی لباس بود.